اومدم براتون با آموزش ابرو. میخوام بهتون بگم که چطور میتونید ابروهاتون رو بردارید یا میتونید به خیلی ماهرانه ابروهاتون رو بکشید. یکی دو بار که این کار رو امتحان کنید میتونید یاد بگیرید و دیگه خودتون به قول معروف بدونید که این خط کشی رو انجام بدید انجام بدید. میایم تصور میکنیم که این حالت از این گوشه چشم، این گوشه ابرو، این گوشه بینی، چشم و ابرو به هم متصله، مثل یک مثلث این حالتی، و این بالای ابرو، تاج ابرو. حالا یه عکسش هم میذارم روی سکرین براتون، بهتون میگم این حالتی مثلا از بالای تاج ابرو این حالتی باید اومدم براتون با آموزش ابرو. میخوام بهتون بگم که چطور میتونید ابروهاتون رو بردارید یا میتونید به خیلی ماهرانه ابروهاتون رو بکشید. یکی دو بار که این کار رو امتحان کنید میتونید یاد بگیرید و دیگه خودتون به قول معروف بدونید که این خط کشی رو انجام بدید انجام بدید. میایم تصور میکنیم که این حالت از این گوشه چشم، این گوشه ابرو، این گوشه بینی، چشم و ابرو به هم متصله، مثل یک مثلث این حالتی، و این بالای ابرو، تاج ابرو. حالا یه عکسش هم میذارم روی سکرین براتون، بهتون میگم این حالتی مثلا از بالای تاج ابرو این حالتی باید باشه، این حالتی بعد از زیر ابرو این حالتی باشه، این گوشه، این حالت چشم و این حالت این گوشه وصل بشه به هم دیگه، این حالتی وصل بشه به هم دیگه. از اینجوری این حالتی وقتی که یکم قلمو نگه می‌داریم، این حالتی اینجا وسط تخم چشم وقتی روبرو رو نگاه می‌کنه این میشه هشت ابرو، این حالتی اینم همینطور. و تاج ابرو هم این تاج ابرو از جایی که این بالای ابرو و وسط این دو تا خط باشه، یعنی این خط بالایی و این خط پایینی، یعنی این حالت دقیقا این وسط باشه. حالا سعی میکنم روی عکس هم بهتون یاد بدم. بعد میام و اینو میام عقب، این حالتی. حالا میتونید اگه بخواید زیر ابروتون رو صاف بردارید، این حالتی این زیرش رو پر کنید صاف باشه. میتونید این حالت یه ذره مثلا حالت بهش بدید و حالت دارش بکنید، ولی هشت ابرو دقیقش بعد این اینجا تخم چشم این حالتی باشه، انتهای ابرو این حالتی. وقتی که مداد میذارم اینجا، الان گوشه بینی، گوشه چشم و گوشه ابرو این حالتی. و کجا ابرو شروع میشه؟ سر تاج ابرو از گوشه بینی نیست، خب این حالتی ببینید گوشه پره بینی من رو پیدا نیست، حالا اینجا باید باشه، میبینید این حالتی، این حالتی از اینجا هم نیست. بعد شروع میکنیم ابرو رو کشیدن که حالا اونم آموزشش رو براتون میذارم. من حالا اینو پر میکنم یه لحظه، شما ببینید اینجا رو، من چون ابروهام ریخته جلوش بیام و این حالت، این مداد نیکس هستش، خیلی مداد خوبیه برای ابرو. منم دوست دارم که یکم یکم ابروم صاف باشه، دوست ندارم خیلی هشت باشه چون صورتمو اخمو میکنه. هرچی ابرو هشت در باشه از صورت اخمو تر نشون داده میشه، هرچی گوشه این بالای ابرو، تاج ابرو پایین باشه صورت اخمو تر نشون داده میشه. خب بعد شونه میزنم، حالا سعی میکنم به عکسم بهتون یاد بده. اینجا رو یادم رفت، اینجا ابروم هم خالیه، پرش میکنم. حتما باید توشو شونه بزنید، جایی که کشیدم روشو پاک میکنم. شما میتونید حتی این خطا رو بکشید و ابروتون رو بردارید باهاش، یعنی
یه مدادی هم انتخاب کنید که نوکش خیلی ظریف باشه، راحت مثل ابرو کش میشه، دونه های ابرو کشیده بشه، این نکست هستش. حالا من نمیدونم این، ببینید چقدر ظریفه نوکش، اصلا پیدا نیست.